کسره زیر رو به صورت اعشاری بنویسید. نگاه کنید دو تا کسره آوردم اینجا، می‌خوایم تبدیلش کنیم به اعشاری. سه چهارم، اولین سوالی که از خودمون می‌پرسیم چیه؟ آیا سه چهارم قابل تبدیل، مخرجش آیا قابل تبدیل به اعداد 10، 100 یا 1000 میباشد یا نه؟ اینو بچه‌ها باید یه خورده رو ضرب و تقسیم اعداد مسلط باشن. آیا 4 رو میتونم تبدیل کنم به 10؟ نه. یا اگرم تبدیل بکنم شاید یه خورده سخت باشه تو مرحله اول، اما به 100 میتونم خیلی راحت. 4 ضرب در چی میشه 100؟ ضرب در 25. 3 هم ضرب در 25 میکنم. باید هم مخرج هم صورت ضرب در یه عدد ثابت بشه تا یه کسر مساوی به من بده. میشه چی؟ میشه 75/100. آیا بلدید 75/100 به صورت اعشاری نشون بدید؟ بله، 75/100. 75/100 تو مرتبه 100 باید قرار داشته باشه. بریم سراغ مثال بعد. 21/25. بچه ها مخرج من قابل تبدیل به 10، 100 یا 1000 می باشد؟ بله، میتونیم تبدیلش کنیم به 100. چجوری؟ 25 ضرب در 4 کن، 21 هم ضرب در 4 کن، میشه چی؟ میشه 84/100. میتونم بنویسم اعشاری به راحتی 84/100. پس این یه روشه واسه تبدیل عدد کسری به اعشاری. یه مثال دیگه ببینیم. کسر 6/20 رو به صورت اعشاری بنویسید. بچا نگاه کنید، من دو تا روش واسه این آوردم براتون. اولین روش چیه؟ میاد میگه 6/20 برای اینکه بخوای تبدیلش کنی به عدد اعشاری، میای نگاه بکنی ببینیم مخرجش قابل تبدیل به 10، 100 یا 1000 هست یا نه. همه ما میدونیم بله هست. چه جوری؟ 20 رو ضرب در 5 کنی، 6 هم ضرب در 5 کنی، به ما میده 30 به روی 100. 6 5 تا 30 تا، 20 5 تا 100 تا. عدد من چی شد؟ 300. میتونم 300 رو نشون بدم؟ بله، 300 اعشاریش. یه روش دومم براتون آوردم. میای میگی 6/20 رو آیا من حتما باید ضرب بکنم؟ میگه نه، میتونی هم تقسیم بکنی. میشه تقسیم برای یه عددی کرد که به من 10 رو بده؟ بله، 20 رو تقسیم برای 2 بکن، 6 هم تقسیم بر 2 کن. 20 تقسیم بر 2 میشه 10، 6 تقسیم بر 2 میشه چی؟ 3. عدد اعشاری شما میشه چی؟ 3/10. بعدن تو مقایسه عدد اعشاری هم که حالا قبلش اشاره کردیم میتونید به این نکته برسیم که آقا 3/10 با 300 برابر صفر بعد از قسمت اعشاری ما خونده نمیشه. اینم باز یکی از نکاتی بودش که تو قسمت‌های قبلی گفته بودیم. یه مثال دیگه. کسرای زیر رو به صورت اعشاری بنویسید. شروع کنید بچه خودتون تمرین بکنید. مخرج کسر رو اول نگاه کنید. مخرج کسر اولمون 45/50 چنده؟ 50. آیا 50 میشه به 10، 100 یا 1000 تبدیل کرد؟ بله. چه جوری؟ به راحتی. اگه 50 رو ضرب در 2 بکنیم، صورتش هم ضرب در 2 میکنیم، میشه 90 به روی 100. 90/100 میتونم نشون بدم؟ بله، میشه 90/100. این مثال اول. خیلی باید سری دستمون را بیفته. ضرب و تقسیم اعداد خیلی مهمه اینجا که کاملا روش باید مسلط بشید. مثال بعدی 110 به روی 125. بچه اینم از اون رقم 125 هم تو ذهنتون باشه. 125 ضرب در 8 میشه 1000. این تو ذهنتون باشه. 125 ضرب در 8 میکنم، 110 هم ضرب در 8 میکنم، میشه 880. در صورت مخرجم هم میشه 1000. 880/1000. چجوری اعشاریشو بنویسن؟ 880/1000. مرتبه من 1000، آخرین رقمم تو مرتبه 1000 قرار داره. صفر من آخرین رقم منه که مرتبه رو داره مشخص میکنه. یا مثلا نگاه کنید 10/8، این مثال شاید یه خورده قشنگترم باشه. 8 رو ضرب در چی بکنم؟ 8 رو ضرب در 125 میکنم. الان گفتم 125 ضرب در 8 میشه 1000. 10 هم ضرب در 125 میکنم، جواب من میشه چی؟ 1250 به روی 1000. قشنگ این مثال دقت بکنید. 1250 به روی 1000 چجوری اعشاری نوشته میشه؟ 1250 رو مینویسم، 1250 ممیزش رو کجا گذاشتم؟ جایی گذاشتم که مرتبه آخره آخرین رقم من، آخرین رقم من باید تو چه مرتبه قرار داشته باشه؟ تو 1000 باید قرار داشته باشه. یعنی 3 رقم اعشار باید داشته باشم، درسته؟ این نکته خیلی قشنگه، این نکته هم خیلی مهمه. نکنید تعداد صفرهای مخرج من نکنید. 1000 1 2 3. یعنی چند رقم اعشار باید داشته باشم؟ 1 2 3. اینم یه روشی که واسه نوشتن عدد اعشاریش میتونید تو ذهنتون داشته باشید. پس من عدد صورتم رو می‌نویسم 1 2 5 0. ممیز رو کجا قرار بدم؟ ممیز رو باید جایی قرار بدم که مرتبه آخرین رقم اعشاری من باشه 1000، یا چی؟ یا 3 رقم اعشار داشته باشه به تعداد صفرام. 1 2 3. اعشار رو، ممیز رو قرار میدم که عدد اعشاری من مشخص بشه. مثال بعدی توجه کنید. 25 21 35. اولین سوال بچه‌ها 21 35، آیا 35 تبدیل به 10 میشه؟ نه. به 100 میتونیم تبدیل کنیم؟ نه. به 1000 چی؟ نه. پس چیکار کنیم؟ یعنی 21 رو تقسیم بر 35 کنیم.
ممکنه اگه بچه‌ها تو خونه حواسشون جمع باشه بیان یه ایده‌ای بزنن، یه خلاقیت کوچیک بتونن جواب اینو به راحتی بدن. چیکار کنیم بچه‌ها؟ کسی میتونه حدس بزنه؟ میایم چیکار می‌کنیم؟ میایم میگیم اول اجازه بده من اینو تقسیم بر چند بکنم؟ 7 بکنم. چرا؟ چون جفتش به 7 می‌خوره. میشه چی؟ میشه 21 تقسیم بر 7 3، 31 35 تقسیم بر 7 میشه چی؟ 5. عدد من الان چی شد؟ کسر من شد 3/5. آیا 3/5 عدد 5ش که تو مخرجه آیا میتونیم تبدیل کنیم به 10 یا 100 و یا 1000؟ بله. 5 دوتا میشه 10 تا، 3 دوتا میشه 6 تا، 6 دهم. پس جواب من میشه 6 دهم. عدد عشانی میشه 6 دهم. یعنی تو نگاه اول من نتونستم تبدیلش کنم، ولی باید طی دو مرحله خودم رو میرسوندم به مخرج 10. یعنی اول 35 رو تقسیم بر 7 کردم. البته که صورتم باید قابل تقسیم باشه، ما نمیتونیم همینطوری تقسیم کنیم. الان نگاه کنید جفت صورت و مخرج من به 7 میخوره، به راحتی کسر من شد مساوی 3/5. و حالا 3/5 رو ضرب در 2 اگه بکنم صورت و مخرج رو به من 6/10 میده. جواب قسمت عدد عشریم راحت میتونم به دست بیارم. درست شد؟ یه مثال دیگه مقایسه کنید. حالا اینجا چون اسم فصلمونم مقایسه کردن بود دیگه، میخواییم از همه این چیزایی که الان گفتیم استفاده کنیم برای مقایسه دوتا عدد. اما نگاه کنید این دوتا عددی که به من اینجا داده 18/24 و 75/100، چه اتفاقی میفته؟ 18/24 عدد چیه؟ کسریه. 75/100 چیه؟ اعشاریه. یعنی چی؟ یعنی یه عدد کسری با یه عدد اعشاری مقایسه کنم؟ نمیتونم که. چیکار کنم پس؟ مجبورم یا عدد اعشاری ما به کسر تبدیل کنم که جفتش بشه کسری، که بعدش مقایسه کسرها رو داشته باشم که تو فصل قسمت کسرها اشاره کردم، یا نه 18/24 ما تبدیل کنم به یه عدد اعشاری که جفتش بشه یه عدد اعشاری، بعدم مقایسه کنم. چیکار میکنم؟ ببینیم 18/24 میتونیم تبدیل کنیم به عدد اعشاری؟ نا کنی 18/24 آیا تو سوال، تو نگاه اول سوال میپرسیم از خودمون آیا 24 میشه تبدیل کرد به 10، 100 یا 1000؟ میبینیم نه. اما تو سوال قبلی دیدید که تونستیم یه کارایی بکنیم. طی چند مرحله چی میتونیم این کارو بکنیم؟ میگیم جفت صورت و مخرج من به عدد 6 به تقسیم میشه، قابلیت بخش پذیری رو بهش داره. اگه جفتش رو تقسیم بر 6 بکنم چی میشه؟ 18 تقسیم بر 6 میشه 3، 24 تقسیم بر 6 میشه 4. 3/4 رو نگاه بکنید. آیا حالا 3/4 تبدیل به مخرجش تبدیل به 10، 100 یا 1000 میشه؟ بله. 4 ضرب در چی میشه؟ 100. 4 25 تا. 4 ضرب در 25 میکنیم، 3 ضرب در 25 میکنیم. جوابمون میشه چی؟ 75/100. 75/100 میتونم اعشاری بنویسم؟ بله. 75/100. حالا میایم سراغ مقایسش. عدد من 75/100، اینم 75/100. یعنی چی؟ یعنی جفت عددا با هم مساویان. متوجه شدید چی شد؟ پس ما از همه این چیزایی که الان نکاتی که یاد گرفتیم برای حل یه سوال باید به صورت ترکیبی استفاده بکنیم. سوال بعدی نگاه بکنید. 1.12 میخواد مقایسه بشه با 54/45. یه عددم اعشاریه، یه عددم کسریه. چجوری مقایسه بکنم؟ میام میگم بذارید من عدد کسری خودم رو به اعشاری تبدیل بکنم ببینم چه اتفاقی میفته. نگاه کنید. آیا 45 تو نگاه اول قابل تبدیل شدن به 10، 100 یا 1000 هست؟ نه. دیگه اینو بلدیم چیکار بکنیم. میام یه نگاه بکنیم ببینیم میتونیم سادهش بکنیم. بله. جفتشو به 9 اگه تقسیم بکنیم میشه چی؟ میشه 6/5. بچه‌ها این تقسیم برای 9 که میگم باید اینو تست بکنیم. مثلا فرض کنید بچه‌ها میتونن بیان بگن آقا جفتش تقسیم بر 3 هم میشه، خب اما اون عددی که شاید دنبالش باشیم به ما نده. اینا دیگه روی تجربیات هر کدوم از شما میتونه اتفاق بیفته که سوال زیاد حل بکنید، مسلط بشید روی نوشتن کسرهای مساوی. مثلا اگه تقسیم بر 9 بکنیم میشه 6/5. الان 5 من به دردم میخوره. چرا؟ چون میتونم تبدیلش کنم به 10. چه جوری؟ 5 ضرب در 2 میکنم، 6 هم ضرب در 2 میکنم، میشه چی؟ میشه 12/10. 12/10 اعشاری چجوری مینویسم؟ 12 رو مینویسم مرتبه آخره، آخرین مرتبه اعشاری باید چی باشه؟ دهم باید باشه. 12/10 دهمش یعنی چی؟ یعنی یه رقم اعشار داره، ممیز رو باید بین 1 و 2 قرار بدم. 12 رو نوشتم، ممیز رو بین 1 و 2 قرار دادم. چرا؟ چون مرتبه اعشاری من باید دهم باشه. تعداد صفر اینو نگاه کنید، یه صفر داریم. قسمت اعشاری من باید یه رقم داشته باشه. درسته؟ پس میشه 1 و 2 دهم. حالا این 1 و 2 دهم رو میخوام با 1.12 مقایسه کنم. اونایی که یادشونه تو مقایسه اعداد چیکار میکردیم؟ اعداد اعشاری میومدیم میگفتیم یه رقم داره، اینم یه رقم داره. خب بعد میومدیم میگفتیم از قسمت سمت چپ شروع کنیم به مقایسه. 1 1 ممیز ممیز 1 2 کدوم بزرگتره؟
دو بزرگتر از یکه، پس عدد سمت راست من بزرگتره. مشخص شد؟ از چندین نکته استفاده کردیم تا یه مقایسه رو انجام بدیم.